خوشبختانه در حال حاضر اکثر کشورهای اروپایی دست برا بچه های خودمونه، یعنی عمرن اگه بتونن با ما در بیفتن. انقدر تو کشور خودشون هموطن داریم که سریع میگیم از همون جلو پرس کنن نتونن حمله کنن. اخیراً در یکی از پیاده‌روهای لندن موزیک ایرانی پخش کردن که ببینن عکس العمل مردم چیه. تقریباً از هر 5 نفری که از تو پیاده رو رد میشد 4 نفر با تمام ریزکاریا و جزئیات هماهنگ شدن و آشنا بودن با موزیک. حتی اونایی هم که همراهی نمی کردن متفق القول می گفتن شله. اینه که سعی کنید وقتی میرید خارج هر حرفی رو به زبون فارسی نزنید. فکر نکنید بقیه نمی فهمن چی میگید. اتفاق افتاده، طرف توی متروی سن پترزبورگ خواب بوده، بیدار شده، دیده ایستگاه رو رد کرده، داد زده ای بر پدر فلان فلان و بهمان کسی که فلان فلان. بقیه مترو همه گفتن دمت گرم. طبق اعلام رسمی اتحادیه اروپا بیشترین کالایی که روزانه از طریق خطوط هوایی وارد اروپا میشه یه سری بسته های عجیب سبز رنگه. تحقیق کردن که این چیه؟ فهمیدن سبزی قرمه است. مامانا از ایران میفرستن برای بچه هاشون، یعنی الان مسئول بخش گمرک فرودگاه فرانکفورت اونقدر در تشخیص انواع سبزی ها متبحر شده که موقع تحویل بار به همکارش میگه اون بس چهارم رو وردا شنبلیلش کمه. حالا شنبلیله نمیدونم به آلمانی چی میشه، ولی اصلا خود کلمه شنبلیله انگار آلمانیه. شاید شرایط خیلی گل و بلبل نباشه اینجا، اما قبول کنیم که بعضیا تحت هر شرایطی دوست دارن احساس کنن که حیف شدن. کیا اینجا حیف شدن؟ چقدر حیف شده این. الان میایم گپ میزنیم با هم. چشم. در واقع اینا ترجیح میدن اوضاع خوب نباشه که به توهم توتعشون برسن. جمله تکرار شونده شون هم اینه که اینا نمیخوان بذارن من رشد کنم، وگرنه چرا باید دو روز بعد از اینکه من تو آپاراتی استخدام شدم 500 تا کانتینر لاستیک تیوبلس وارد کنن؟ رفتم تو کار سیستم گرمایشی، ساختمونا همه شیشه هاشون دوجداره شد. شدم راننده ی ماشین کپسول گاز، کل شهر لوله کشی کردن. سیم کلاش وارد کردم، شبونه جلسه اضطراری گذاشتن، خط تولید ماشین اتومات را انداختن. اینا با من مشکل دارن، از بالا گفتن فریبرز نباید باشه. بعد اونورم که میرن میگن من یه چیزایی میدونستم که نمیتونستن تحملم کنن، یا باید میموندم قید جونمو میزدم یا باید میرفتم. میگن مثلا چی میدونستی؟ میگه خطا روی قوچان نجات پنالتی نبود. ببین کی گفت. من الان تمام میشه خانم، خمیازه کشیدین، الان تمام میشه، خسته شدی. الان تمام.
ایرانی های مهاجر به شدت علاقه دارن، یعنی علاقه منده به کشورهایی هستن که ایرانی کمتری توشون حضور داره، چون به هر حال نصف کیف مهاجرت به چاخانایی که آدم درباره گذشتش واسه دوستای جدیدش میگه. فکر کن داری در نهایت تأسف خاطره مریضی رو که تو اتاق عمل زیر دستت از بین رفت رو تعریف میکنی، یهو یکی میزنه رو شونت میگه به به اسقر آقا مرده سوز. از این ورا اینه که الان ترجیح اکثر مهاجران جزایر تازه کشف شده ای در جنوب شرقی افریقای جنوبیه. یکی از ویژگی های منحصر به فرد ماها اینه که برای مهاجرت به کشورهای دیگه نیازی به یاد گرفتن زبان کشور مقصد نداریم. به جاش از داشته های دیگمون استفاده میکنیم. رفته تو فروشگاه خرید کنه، قد طرف رو ازش میپرسن، میگه علی دایی. فروشنده میگه یس علی دایی. مدل عینک رو میپرسه، میگه پروفسور سمیعی. مدل یقه کت رو میپرسه، میگه اصغر فرهادی. یعنی بچه ی همون محل داره فکر میکنه پیرن یقه خرگوشی به زبون خودشون چی میشه؟ ایرانیه خریدش تموم شده اومده بیرون. ویژگی عجیب زبان فارسی اینه که آدم دو روز که مهاجرت میکنه کاملا از یادش میره. این ویژگی زبان فارسیه. پسر رفته ایتالیا، تو فرودگاه اونجا دیپورت شده برگشته، کلن سه روب. اینجا به باباش میگه که تو فرودگاه یه لحظه ویتینگ کنین تا بگ من بیاد. ببخشید شما به اینا چی میگید اینجا؟ باباش میزنه همچین زیر گوشش که پسرت میگه همون یه لحظه وایسین چمدونم بیاد. یه دم هستن که خودشون مهاجرت نکردن اما مدام با ذره‌بین دنبال مهاجر ایرانی میگردن. از نظر اینا تمام انسان‌های معروف جهان یه رگ ایرانی دارن. میگه راجر فدرر باباش سوئیسیه، مادرش مال سمت گرم دره است. نیکولاس کیج که بچه دهونک خودمونه، فامیلیش کمیجانی بوده، اونجا میگن کیج. کلام آخر، یکی از معایب بزرگ افرادی که قابلیت نخبه شدن دارند اینه که باید بهشون رسیدگی کرد، باید براشون هزینه کرد تا نخبه بشن. اینجوری نیستن که دستشون رو بگیرن به زانوی خودشون نخبه بشن و بعد برای کشورشون افتخار بیافرینن. برای همین ما در مواردی وظیفه شکوفا کردن استعداد نخبه هامون رو به اونوریا واگذار میکنیم. میگیم برو اونجا خوب درس بخون، خوب کار کن، بعد که نخبه شدی بیا میخواییمت. خلاصه کلن در بخش افتخار کردن به نخبه هامون فعالتریم تا بها دادن به نخبه هامون. دانشمند ما رفته بهترین بیمارستان مغز و اعصاب رو برای اونوری ها ساخته، بعد ما تصاویرش رو پخش میکنیم، میگیم باریکلا این ایرانیه ها، نگاه کن داره فارسی حرف میزنه. بعد همون بیمارستان اگه بخواد بیاد اینجا بسازه، میگین حالا الان که سرده که، بعدم ما مریض بشیم خب میایم اونجا، مثلا چه کاریه دوباره این بساطو را بندازیم اینجا. یه مهاجرت غم‌انگیز داخلی هم داریم که واقعا جلوگیری کردن ازش کار سختی نیست.
گفتن این که به شهرهای بزرگ مهاجرت نکنید کار سختی نیست. بیان من الان توی جمله گفتم، خیلی هم آسون بود. مهم اینه که چیکار کردیم اصلا که منصرف بشن روستایی ها از مهاجرت به شهر. به کشاورزی بها دادیم، امکانات رفاهی رو در روستاها افزایش دادیم، کاروبارشون رو رونق دادیم. چی کار کردیم؟ که یک کشاورز کشت و کار رو به فروش زمینش برای ویلاسازها ترجیح داده. شاید هم یه کاری شده باشه، اما خب هنوز دارن مهاجرت میکنن. یه آمار بگیریم از روستاهایی که متروکه شدن، هنوز دارن مهاجرت میکنن.